بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شب بخیر بینندگان ارجمند. مشروع خبرهای ساعت 21 پیش روی شماست. سرپرست ریاست جمهوری به سرپرست وزارت امور خارجه مأموریت داد برای روایت هنرمندانه دستاوردهای دولت در عرصه دیپلماسی و تأثیرات آن بر بخش‌های اقتصادی، سیاسی و امنیتی کشور اقدام کند. در جلسه امروز هیئت دولت، آقای مخبر به رئیس سازمان برنامه و بودجه هم دستور داد منابع لازم را برای سازمان فضایی کشور و تکمیل کتابخانه‌های عمومی تأمین کند. در نشست امروز هیئت دولت، وزیران فرهنگ و ارشاد اسلامی، نفت و وزیر امور اقتصادی و دارایی گزارشی از عملکرد خود برای تکمیل طرح‌های عمرانی در دست اجرا و آماده بهره برداری ارائه کردند. رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از شرکت 21 هزار نفر در آزمون استخدامی سراسری در جمعه این هفته خبر داد. جمعه این هفته هم در 26 استان مرحله دوم آزمون شهید زین‌الدین رو خواهیم داشت. بیش از 2000 نفر انشالله جذب میشن. 21 هزار نفر الان تقریبا تو آزمون شرکت کردن در همه دستگاه عمده در حوزه‌های زیربنایی و اقتصادی انشاءالله جذب. پنج مرداد آزمون فراگیر بعدیمون هستش. ما از سال گذشته برنامه ریزی کردیم بحث آزمون‌ها رو. بنای دولت هم این بود، تدبیر رئیس جمهور شهیدمون این بود که عدالت در جذب داشته باشیم. هر کسی که توانمندی داره در هر جای کشور تو آزمون شرکت بکنه، تو آزمون قبول بشه، دستگاهش. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هم از رسیدن به نصاب جدید پرتاب‌های فضایی در دولت 13 گفت. از الهی سالی درخشانی خواهد بود. ما دو پرتاب دیگر رو هم تلاشمون اینه که در 2 ماه آینده تا پیش از اتمام دولت 13 ان شاء الله داشته باشیم که رکورد تعداد پرتاب‌های فضایی رو بزنیم. ما تا الان ما 12 پرتاب در این دولت داشتیم که معادل 12 سال پیش از اونه. کل پرتاب‌هایی که تا حالا از ابتدای فضایی شدن داشتیم 13 تا بوده. انشالله تلاشمون اینه که این رکورد رو در دولت شهید جمهور انشالله بشکنیم. حمایت دولت از بیمه گذاران خودرویی. سخنگوی هیئت دولت گفت شرکت‌های بیمه‌گر موظف شدند خسارت منجر به افت قیمت وسایل نقلیه موتوری را پرداخت کنند. با اصلاحی که بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصاد و دارایی در آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث تصویب شد، از این به بعد مطابق این آیین‌نامه خسارت‌هایی که منجر به کسر قیمت میشه یا افت قیمت در وسایل نقلیه موتوری میشود هم مشمول خسارت‌هایی قرار گرفت که بیمه گذار مکلف پرداختش می شود. شرکت های بیمه‌گر مکلف شدند که اون کسر قیمت ناشی از تصادف یا ناشی از خسارت رو هم مشمول حمایت های بیمه‌ای خودشون بکنن بدون اینکه هیچ گونه حق بیمه اضافه ای رو دریافت بکنن. رئیس قوه قضاییه در دیدار با امیر قطر بر توسعه مناسبات حقوقی و قضایی دو کشور تاکید کرد. آقای محسنی اژه‌ای در پایان سفر به قطر همچنین از درخواست اجرای فرایند عفو یا انتقال برخی از محکومان ایرانی در قطر به مناسبت عید سعید قربان خبر داد. سفر یک روزه رئیس قوه قضاییه به قطر و دیدار با مقامات سیاسی و قضایی این کشور. اولین دیدار آقای محسنی اژه‌ای با امیر قطر بود. یک مورد دیگه باید هستم که خدمت جناب عالی در گذشت ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران رو تسلیت عرض کنم. یکی دیگر از برنامه‌ها دیدار آقای محسنی اژه‌ای با رئیس شورای قضایی قطر است. پیگیری حقوقی امور ایرانیان موضوع مهم این دیدار است. یک جمله هم خواستم در مورد افرادی که اینجا زندان هستن عرض بکنم که شما مساعدت بکنید به خانواده هاشون و به خودشون در حد قانون و در حد مقرراتی که دارید. بالاخره مجرم ممکنه احیانا اصلاح بشه، ممکنه که اگر اصلاح هم نشه تسهیلاتی بشه فراهم کرد برای خانواده هاشون که اونها به زحمت زیادی نیفتن.
حضور دادستان قطر در محل اقامت آقای محسنی اژه‌ای، امضای چند یادداشت تفاهم حقوقی بین دو کشور و ملاقات وزرای دادگستری ایران و قطر از برنامه‌های دیگر امروز بود. لیستی که آقای سفیر میدن کسایی هستن که مدت طولانی از محکومیتشون رو گذروندن. اما یک برنامه ویژه در قطر انجام شد، دیدار رئیس قوه قضاییه با ایرانیان مقیم این کشور. ما می‌خوایم اگه ممکنه به حد امکان، اگه برای دولت امکان داره و برای خود حاجی‌ها امکان داره، برای وزیر دادگستری امکان داره، توی این سفارت یه مسئول قضایی اگه باشه خیلی میتونه توی موضوع ما کمک کنه که احتیاج نباشه که ما رو ممنوع خروج کنن اونجا به خاطر این مسئله که توی دادگاه هست، به سر یه زمینی که اختلاف پیدا کردیم، شش ماه اونجا بمونیم، شش ماه که مونیم اقامتمون اینجا تموم میشه. بعضی از ایرانی‌هایی که ممکنه به دلیل اینجا مشکلات حقوقی پیدا بکنن، گرفتاری حقوقی پیدا کنن، اونا من خواهش میکنم که حالا یا از طریق با سفارتخونه که بهترین مسیر هستش، چه الان اگر مشکلی هست چه آینده مشکلی پیدا بشه، اینها رو من خواهش میکنم که یک ارتباط نزدیکتری با قوه قضاییه ایران داشته باشید، مسئله در میون بگذارید، به هر میزانی که نیاز به کمک حقوقی باشه، راهنمایی باشه، پیگیری از طریق مراجع زیرفت در این کشور باشه، اونا رو انجام بدیم، چون وظیفه ما این هستش که از هر یک از اتباع ما در هر کجا که باشن حمایت کنیم، دفاع بکنیم، اگر واقعا مشکل داره در حد توانمون سعی بکنیم که انشالله مشکلشون حل بکنیم. با اعلام ستاد انتخابات کشور، همه متولدان 8 تیر ماه سال 1385 و قبل از آن می توانند با همراه داشتن شناسنامه یا کارت ملی در 14 انتخابات ریاست جمهوری که 8 تیر برگزار می شود شرکت کنند. حالا بریم به استدیوی انتخابات و برای اطلاع از آخرین خبرهای انتخاباتی همراه بشیم با آقای ظهوریان. سلام، بفرمایید. سلام بر شما خانم حسین‌زاده، خیلی متشکرم و سلام عرض می‌کنم خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی. از امروز با فعال‌تر شدن ستادهای انتخاباتی 6 نامزد، شور انتخاباتی هم بالا گرفته. با ما همراه باشید. نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری علاوه بر حضور در برنامه‌های تبلیغاتی صدا و سیما، نشست‌ها و تجمع‌های انتخاباتی مختلفی هم داشتند. برخی از نامزدها هم در فضای مجازی به بیان دیدگاه‌هاشون برای اداره کشور پرداختند. در کنار برنامه‌های تلویزیونی نامزدهای انتخابات، تعدادی از آنها در فضای مجازی فعالیت کردند. آقای پزشکیان در صفحه شخصیش نوشت: دیدگاه‌های شما درباره اولین برنامه تلویزیونی را شنیدم. ما برای اداره کشور نیاز داریم صدای مردم را بشنویم. گوش شنوای شما در فضای مجازی هستم. با من حرف بزنید. آقای پور محمدی هم تصویری قدیمی را در صفحه شخصیش بارگذاری کرد و نوشت: چرا من بهتر از بقیه اطلاع دارم؟ به من بگه تو نمیدونی تو مملکت رشوه هست؟ چرا؟ شاید من آمار رشوه رو بهتر از دیگران میدونم. من 5 سال رئیس سازمان بازرسی بودم، هزاران پرونده رو کار کردم. آقای پور محمدی در فیلم تبلیغاتیش اینگونه گفت: امروز خود و شما را دعوت میکنم که تلاش کنیم کشور را به قرارهایی برگردانیم که امام، رهبری و شهدای انقلاب با ما گذاشتند. نام دولت 14 دولت قرار و اولویت‌هایش عدالت، ثروت و قدرت خواهد بود. قرار من با شما تحقق این اولویت کلیدی است. همایش‌ها و برنامه‌های میدانی برخی نامزدها هم آغاز شده است. آقای زاکانی در واکنش به سؤال برخی جوانان در اجتماعی در تهران که خواسته بودند تا پایان انتخابات در عرصه بماند، این گونه گفت: سری قبل که واقعا خدا توفیق داد ما اومدیم، سری قبل اگر پوششی هم بوده پوششی شهید بزرگوار تراز بوده و این افتخار بند است، این افتخار بند است. من یادم که این شهید چه مواجهه هایی داشت اونجا در بین همین مناظراتی که داشت. امروزم به لطف عنایت امام زمان علیه السلام هستیم، انشاءالله با قدرت بیریم جلو، دیگران جلو میفتیم، دیگران به نفع ما میرن کنار. این نامزد انتخابات پیش از این هم در صفحه شخصی خود حکمت، خردگرایی و کار کارشناسی را شاخصه دولتش بود. آقای جلیلی هم که به بیرجن سفر کرده بود، در جمع مردم شهرستان بیرجن گفت: راه شهید رئیسی نباید ناتمام بماند. شهید عزیز ما رئیسی تغییر ریلی رو
کلید زد که حرکت رشد ملت دوباره آغاز شد. در ادامه یک راه ناتمام هستیم، یک مسیری هستیم که باید به سرعت، با قدرت و با شدت به سمت نه یک هدفهای حداقلی، بلکه به سمت هدفهای حداکثری و به سمت قله حرکت کنیم. توجه به موضوع فرهنگ هم از تأکیدات آقای قاضی‌زاده هاشمی در جمع فرهیختگان و هنرمندان بود. تلاش بکنیم که صاحبان فرهنگ زمینه فعالیتشون فراهم بشه. من هم درست معتقدم فرهنگ حکومتی ممکن نیست بشود. فرهنگ وابسته است به اهالی فرهنگ. کتاب نوشته است وابسته است به نویسندگان. هنر خطاطی وابسته است به اون خالق اون اثر. نمایش، سینما، موسیقی، سرود، هنرهای تجسمی، مد و لباس، همش وابسته است به اشخاصه. کاری که ما میتوانیم انجام بدیم بسترسازیه، کانال کشی هست، ریل گذاری هست، تشویق است. و آقای قالیباف دیگر نامزد انتخابات ریاست جمهوری هم در جمع نمایندگان ادوار مجلس در ستاد انتخاباتیش از دلایل ورودش به کارزار انتخابات گفت. من اگر میخواستم عافیت طلبی کنم در مجلس بودم. قریب به 200 رای در مجلس به من دادن. من خدمتگزار اونها هستم. شما میدونید که مجلس دردسرهای حوزه اجرایی رو نداره، مطالبه گریست، توضیح خواستنه. بعد من باید بیام پشت او تریبون نزد شما گزارش بدم، باید پاسخگو باشم اونجا. دقیقاً جنبه نظارتی و توضیح خواستنه. اگر عافیت طلب بودم میتونستم اونجا این کار رو پیش ببرم. امروز شما میدونید دریایی از مشکلات پیش روی ماست. تنور فعالیت‌های میدانی نامزدهای 14مین دوره انتخابات ریاست جمهوری در حال گرم شدن است. مهدی نقدی، خبرگزاری. اخبار انتخاباتی امروز پروپیمونتر و داغتر از روزهای قبل شده. ستاد انتخابات کشور در سومین اطلاعیه‌اش شناسه نامزدها و سن قانونی رای دهندگان را اعلام کرد. وزیر کشور هم از آغاز ارسال تعرفه‌های انتخابات ریاست جمهوری به نقاط مختلف کشور خبر داد. دامنه تب و تاب انتخاباتی به اجاره ستادها رسید. برخی صاحب خونه ها ملکشون رو برای یک ماه پیش رو برای اجاره به ستادها چیزی بین چند صد میلیون تا بیش از 1.5 میلیارد تومان قیمت گذاشتن. هرچه حضور پرشورتر، قدرت بازدارندگی هم بیشتر. این رو امیر دریادار سیاری گفته و تاکید کرده حضور پرشور در انتخابات باعث افزایش امنیت میشه. نبض اعلام حمایت احزاب و جریان های سیاسی از نامزدها همچنان روی دوره تنده. از اردوگاه اصولگرایان خبر رسیده حزب عدالت طلبان از آقای جلیلی حمایت کرده. کانون دانشگاهیان ایران اسلامی هم با صدور یک بیانیه گفته نامزد نهایی کانون آقای قالیبافه. در طیف اصلاحاتی ها حزب اتحاد ملت و حزب اسلامی کار از آقای پزشکیان حمایت کردند و گفتند کلیه دفاتر حزب تا پایان انتخابات برای تقویت ستاد آقای پزشکیان فعاله. افزایش برنامه‌های تبلیغاتی نامزدها در صدا و سیما، اختصاص یک استودیو و یک صفحه شخصی در تلویزیون به هر یک از 6 نامزد انتخابات. یک شبکه 24 ساعته دارن که دائم داره از این شبکه در تلویزیون، از درگاه تلویزیون پخش صورت میگیره و این امکان وجود داره که این پخش به صورت ضبطی زنده در استودیو و خارج استودیو صورت بگیره. وزارت علوم برای تبلیغات نامزدها در دانشگاه‌ها اجازه داد. دولت هم 20 گیگ اینترنت رایگان به ملت هدیه داد. از امروز یه پیامکی برای مردم عزیزمون ارسال میشه و با یک کد دستوری که اونجا مشخص میشه اگر در واقع تمایل داشته باشن میتونن ازش استفاده بکنن برای فعال شدن این بحث. نامزدها امروز شناسه دار شدن. در اطلاعیه شماره 3 وزارت کشور شناسه آقای پزشکیان 22، پور محمدی 33، جلیلی 44، زاکانی 55، قاضی‌زاده هاشمی 66 و قالیباف 77 تعیین شده. ارسال تعرفه‌های انتخاباتی به سراسر کشور از امروز آغاز شده. امسال در 90 هزار نقطه رأی‌گیری انجام میشه. در مکه و مدینه هم برای حجاج صندوق اخذ رأی تعبیه شده. آقای روحانی رئیس جمهور سابق با انتشار یک بیانیه از 10 سوال رونمایی کرده و گفته فردی که میخواد رئیس جمهور بشه باید حداقل برای این 10 سوال راه حلی اساسی پیدا کنه. مسائلی از رفع تحریم تا گرانی و اجرای قانون به صورت تمام و کمال.
و در نهایت هشدار انتخاباتی رئیس پلیس فتا. رئیس پلیس فتا گفته علاوه بر انتشار، حتی بازنشر کننده هر مطلب کذب و افترا مجرم هست و با او برخورد میشه. برنامه‌های تلویزیونی صف اول و با مردم در ساعات گذشته میزبان دو تن از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در سومین روز تبلیغات بود. قرار برنامه گفتگوی ویژه خبری هم بعد از همین بخش خبری میزبان سومین نامزد انتخابات باشه. سومین روز تبلیغات نامزدهای 14 دوره ریاست جمهوری. اینجا رسانه ملی، جایی که از حوالی ساعت 17:30 اولین برنامه به روی آنتن رفت. ابتدا استدیوی برنامه صف اول در ساختمان شیشه‌ای، جایی که میزبان آقای علیرضا زاکانی بود. عرض سلام و ادب و احترام دارم. آقای زاکانی با اشاره به شعار انتخاباتیش از ارتباط این شعار با سوابق کاری خود گفت. پاک باش و خدمتگزار. واقعا خدمتگزاری بدون پاکی نمیشه، تعارف نمیشه. و هر کسی میخواد در موضع خدمتگزاری قرار بگیره، اول باید بیاد بره روی صندلی داغ بشینه، بهش بگن کجا بودی، چه کردی، حاصل کارت چی بود و امروز چه شعاری رو میدید که با گذشته منطبق هست یا نیست. بنده سعی کردم که همین مسیر رو برم. اسم دولت اونم دولت خدمته و اساس این دولت هم بر مشارکت با مردمه. ساعتی بعد برنامه با مردم میزبان آقای مصطفی پور محمدی دیگر نامزد انتخابات بود. آقای پور محمدی در این برنامه با اشاره به سوابق کاری خود از دلایل آمدنش در رقابت‌های انتخاباتی گفت. تمام تجاربم رو به خدمت خواهم گرفت. تمام نقاط مثبت دولت‌ها رو که در همه دولت‌ها تقریبا بودم تا امروز، همه تجربیاتم رو، همه آشنایی‌هام رو با مدیران ارشد کشور در همه دوره‌ها، از همه طیف‌ها، همه گروه‌ها، با همه گرایش‌ها سپری کردم. تجربه زیادی دارم. آمدم تا این تجربه، توانایی، آگاهی و شناخت خودم رو در اختیار مردم عزیزم که بسیار مدیون اونها هستیم و هستم قرار بدم. در برنامه گفتگوی ویژه خبری دیشب هم آقای محمد باقر قالیباف موضوع بهره‌وری را مهمتر از سرمایه‌گذاری دانست. ما در بهره‌وری فرصت‌هایی داریم، از اون فرصت‌ها میتونیم در حقیقت سرمایه‌گذاری ما هم شکل بگیره و حرکت کنیم. طبیعتاً دو عنصر مهم در بهره‌وری است، یعنی با توجه به روشرت‌های علمی و موضوعات علمی و تخصصی در برنامه تو این بخش داشته باشیم. یک نکته دیگه هم نکته مدیریتی. همچنین امشب بعد از خبر 21 قرار است آقای سعید جلیلی میهمان برنامه گفتگوی ویژه خبری باشد. سجاد وهابی، خبرگزاری صدا و سیما. نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در برنامه‌های تبلیغاتی فردا هم میهمان رسانه ملی خواهند بود. آقای مصطفی پور محمدی در برنامه میزگرد سیاسی از ساعت 14:30 دقیقه الی 16، آقای سعید جلیلی در برنامه صف اول از ساعت 17:30 دقیقه تا 18:30 دقیقه، آقای علیرضا زاکانی در برنامه با مردم در شبکه 1 از ساعت 18:30 دقیقه تا 19، آقای محمد باقر قالیباف در برنامه میزگرد فرهنگی از ساعت 19 تا 20:30 دقیقه، آقای سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی در برنامه گفتگوی ویژه خبری از ساعت 22 تا 22:45 دقیقه و آقای مسعود پزشکیان در برنامه میزگرد اقتصادی از ساعت 22:45 دقیقه تا 24 به بیان برنامه هاشون خواهند پرداخت. خب، با گرمتر شدن تنور انتخابات در استانها، خبرنگار ما هم با تریبون آزاد انتخاباتی شهر به شهر و روستا به روستا در میان شما مردم خواهد بود. مردم کوکیلویه و بای رحمت میزبان نخستین تریبون آزاد بودند. به شهر یاسوج می رویم، جایی که تریبون آزاد ما مهمان مردم بود. برخی از حاضران هم تلاش داشتند تا هر جور شده صحبت‌هایشان شنیده شود. حرف‌های از جنس مشکلات و حضور مردم در انتخابات مختلف. ما با تمام مشکلات انتخابهایی که داریم پای صندوق‌های رأی حاضر میشیم
ولی ما انتقاد داریم، دردمندیم. تا حرف‌های نظارتی، پای انقلاب بودن، شهید دادن، طرفدار نظام بودن، این کل دنیا میدونه. صحبت به مشکلات خودتون بگید. مردم از اهمیت حضور در انتخابات و نیز انتظارات از رئیس جمهور آینده صحبت‌هایی داشتن. ما به رئیس جمهوری رأییم که به جوانان متوجه کنه. من بستان کوچلوی و بوی احمد جوانان کوچلوی و بوی احمد میکنن وعده وعید میده بیاد انجامش بده. اگه نمیتونه وعده نده، چرا الکی وعده میده انجام نمیده؟ رئیس جمهوری باشه که توانمند باشه، مدیر باشه، مدبر باشه، شجاع باشه و قشر محروم دفع کنه. مثل شهید رئیسی شبانه روز در خدمت مردم باشه، توجه به جوانان داشته باشه. امیدواریم رئیس جمهور و دکترین مدیریت آن بر اساس شایسته سالاری انتخاب شود. چرا باید جاده هامون استاندارد نباشه؟ آی ملت، شما سرنوشت تعیین میکنید با چشم بصیر. اگر رأی ندیم حقی در دخالت سرنوشت کشور نداریم. ما ساده زیست هستیم، پس رئیس جمهور ساده زیست میخواییم. باشه، به نوبت میایی. هم مرد میدان باشد و هم مرد دیپلماسی باشد. دوباره میسازمت وطن، دوباره رأی میدهم وطن. تا میوزد نام تو ایران چون نوبهاران. این تریبون آزاد حدود 2 ساعت به طول انجام. مردم حرفاشون رو زدن که ببینن چه مشکلاتی دارن. همه مردم اجازه دادید صحبت کنه و همین چه از شاعران رو اجازه دادید صحبت کنن. بدون واسطه حرفشون رو زدن، بدون واسطه. در دلهای مردم گفته شد. انشالله که این حرفا به گوش مسئولین برسه. این تریبون آزاد در یاسوج بود. ما در شبهای دیگه به شهرهای دیگه از کشورمون خواهیم رفت. حسینی بای، خبرنگار اعزامی، خبرگزاری صدا و سیما، یاسوج. بینندگان عزیز، ممنونم از اینکه ما را همراهی کردید. ادامه خبرهای 21 رو با همکارم خانم حسین‌زاده همراه باشید. البته ما دوباره تا دقایقی دیگه در همین بخش خبری با بخش دوم اخبار انتخاباتی با شما خواهیم بود. خانم حسین‌زاده بفرمایید. خواهش می‌کنم. خیلی متشکرم از شما آقای ظهوریان. نرخ رشد اقتصادی بانفت در سال 1402 5.7% اعلام شد. همچنین طبق گزارش مرکز آمار، نرخ رشد اقتصادی بدون نفت در همین سال 3.4% در مقایسه با سال 1401 رشد کرده است. بر اساس این گزارش، رشد اقتصادی سال 1402 نسبت به سال قبل از آن در بخش صنایع و معادن 6.9%، بخش کشاورزی -2.2% و بخش خدمات 5.7% بوده. سال خوب گندمزارها، خرید تضمینی گندم از مرز 4 میلیون تن عبور کرد. وزیر جهاد کشاورزی میگوید با توجه به شرایط مناسب آب و هوایی و استفاده از ارقام اصلاح شده و حمایت‌های دولت، پیش بینی می‌شود امسال میزان تولید گندم به 15 میلیون تن برسد. دانه دانه می‌کارند و دست دسته درو می‌کنند. امسال گندم و جو کش کردیم. خدا را شکر سال زراعی خوبی بوده. خدا امسال به ما یاری رسان. وقتی کشاورز خوشحاله یعنی حال تولید خوبه. امسال الحمدلله اوضاع احوال تولیدمون در رابطه با بحث گندم خوبه. بارش‌های خوب، پراکنش خوب و امیدواری که برای باقی مانده سال زراعی گندم سازمان هواشناسی پیش بینی کرده، دست به دست هم دادن. الحمدلله وضعیت مزارعمون بسیار خوبه. هرچند نزول رحمت الهی حاصل دسترنج کشاورزان را پربارتر کرد، بارندگی های بعد از عید خیلی کمک به روند کار ما کرد که بتونیم محصول خوبی برداشت کنیم. استفاده از ارقام اصلاح شده، بذر اصلاح شده نارین عملکردش هم خیلی خوبه و تعیین قیمت مناسب افزایش بهره وری تولید را به دنبال داشته است. سال قبل 15000 تومان، امسال 17500 تومان قیمت گندم را اعلام کرده. نوسان آماری وزارت جهاد کشاورزی نشان از روند افزایش تولید گندم در واحد سطح طی 3 سال اخیر است. خوشبختانه ما شاهد هیچ گونه افزایش سطح زیر کشت گندم
از لحاظ سطح نبودیم، ولی در مقابل تو الگوی کش ما پیش بینی کردیم شاهد افزایش بهره وری و میزان تولید در واحد سطح باشیم. این روند افزایشی در سایه همت کشاورزان همراهی مجلس با دولت بوده است. در برنامه 5 ساله 7 توسعه همه ایرادات رو برطرف کردیم. برنامه 6 توسعه احکام دائمی اجرایی 30% بیشتر نبود، الان ما رسانیمش تقریبا به 100%. کشاورزان میگویند اگر نحوه خرید گندم و پرداخت مطالبات خوب باشد، این خوشحالی از خودکفایی گندم سالهای سال پایدار خواهد بود. امیدوارم انشالله امسال اگه وضع خریدمون خوب باشه، اگه پرداختمون خوب باشه، نحوه خریدمون رضایت بخش باشه، سال آینده دیگه ما و سالهای آینده دیگه نیازی به هیچ گونه واردات نخواهیم داشت. علیرضا شوکتی، خبرگزاری صدا و سیما. بهره برداری از 3 طرح صنعتی با 420 نفر اشتغال زایی و 2700 میلیارد تومان سرمایه گذاری. این طرح ها شامل 2 واحد تولید ورق چوبی فشرده، 1 واحد تولید فرمان برقی خودرو و 1 واحد تولید روکش پلیمری است که امروز در گیلان به بهره برداری رسید. به گفته وزیر سمت، راهبرد این وزارتخانه احیای واحدهای تولیدی راکد است. راهبرد اول ما برای به حساب صنعت حداکثر کردن بهره وری است. این حداکثر کردن بهره وری خودش در برگیرنده این است که واحدهای راکد رو هم باید احیا کرد. خوشبختانه تحول جدی در طول این مدت اتفاق افتاده و ما هم اون راه را داریم دنبال میکنیم برای اینکه واحدهای راکد رو احیا بکنیم و همچنین بتونیم بهره وری رو در واحدهایی که راکد نیستن حداکثر بکنیم. اما رسانه ملی با اختصاص برنامه‌های مختلف امکان تبلیغات و ارتباطات با مردم را برای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری فراهم کرده. دوباره بریم به استودیوی انتخابات و همراه بشیم با آقای ظهوریان. آقای ظهوریان بفرمایید. خیلی ممنونم خانم حسینزاده. خب 3 روز از آغاز تبلیغات نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری گذشته و طبق جدول زمانبندی برنامه‌های تلویزیونی نامزدها از شبکه‌های مختلف در حال پخشه. خب بالطبع با توجه به زمان اندک تبلیغات در انتخابات پیش رو، این برنامه‌ها نقش مهمی در معرفی دیدگاه‌ها و برنامه‌های نامزدها دارند. نام نامزدهای محترم رو پس از این قرعه کشی جدول پخش برنامه‌های انتخاباتی رسانه ملی در شبکه‌های مختلف مشخص شد و این جدول تکمیل شد. از با مردم و میزگردهای تخصصی تا مناظره صف اول بدون تعارف و گفتگوی ویژه خبری. گفتگوی ویژه خبری هستید. برنامه‌های صدا و سیما میتونه بله نقش بزرگی ایفا بکنه در آگاه سازی مردم. مردم بهتر میتونن آشنا بشن با نامزدهای انتخاباتی، مثلا اطلاعاتی که ندارن در موردشون مثلا با این برنامه بفهمن. رو در رو صحبت میکنن، شناختمون بیشتر میشه. برنامه هایی که به گفته رئیس رسانه ملی هدفشون افزایش مشارکت و انتخاب آگاهانه مردمه. در عرصه عدالت و عدالت گستری رسانه ملی خودش رو موظف میدونه که هم امکانات و ظرفیت ها و جایگاه خودش رو در اختیار نامزدهای محترم انتخابات ریاست جمهوری قرار بده، برای اینکه برنامه ها، دیدگاه ها و رویکردهای خودشون رو به اطلاع مردم شریف ما برسونن و هم به آحاد ملت امکان بهره‌مندی از نظرات نامزدهای محترم رو تقدیم بکنه. امواج رادیو هم پیش از سیما حال و هوای انتخاباتی گرفت. شبکه رادیویی انتخاب با یک شبکه اختصاصی رادیو انتخاب. ما ایرانی هستیم در کنار هم و ده ها ویژه برنامه در شبکه های مختلف رادیویی. مردم ما باید کسی را انتخاب کنن. تلویزیون هم برای هر نامزد یک صفحه در نظر گرفته.
اینها تنها تعدادی از هزاران دقیقه ویژه برنامه انتخاباتی رسانه ملی هستند. مناظرات خب تاثیرگذارتر از هم است. مناظرات که واقعا موثره چون خب یه سری وقتا بخوام مردم به خاطر مشغله‌های کاری که دارن نمیتونن مثلا متوجه باشن، از روزنامه بخونن، مجله، ولی خب مناظره رو شبها واقعا خانواده دور هم میتونن ببینن. مناظره الان مشخص میکنه که کی برنامه داره. هر برنامه خاصیت خودشو داره. همه برنامه و هر برنامه به جای خودش اطلاعات خاص خودشو به مخاطب میده. همه رو میتونیم استفاده خوب بده. دید مخاطب و نسبت به اون کاندیدای احتمالی که میخواد انتخاب کنه بازتر میکنه. بر اساس تجربیات سالهای گذشته، نظرسنجی‌ها و مشاهدات میدانی ما، مناظره ها پرطرفدارتر از سایر برنامه های انتخاباتی هن. مناظره هایی که قراره در 5 قسمت از همین ساختمان روی آنتن شبکه 1 سیما برن. سحر قناعتی، خبرگزاری صدا و سیما. اگر رئیس جمهور می شدید، پرسش از ما، پاسخ از شما. 16 روز مانده به انتخابات ریاست جمهوری، با یک سوال به میان مردم رفتیم. اگه بهتون الان امروز میگفتن که شما میتونین رئیس جمهور بعدی ایران بشین، رئیس جمهور میشدین؟ برخی از آن استقبال کردن. خیلی حال میده. آره دوست داشتم. بله چرا که نه؟ قطعا بله. دوست دارم، ولی خب باید شرایطشو داشته باشم. میتونستم بله. اما برخی دیگر نه سخته دیگه، مهارت زیادی میطلبه، من در خودم اینو نمیبینم، انجامش نمیدادم. این یه لباسیه که به تن همه نمیتونه بره. در اون حد نیستم، یا تخصصش رو ندارم، میگم نه. خیلی سخته بخوای بشینی روی این صندلی، کار خیلی سختیه، توی خودم حقیقتا نمیبینم. و پاسخ مردم به این سوال، یک رئیس جمهور باید چه ویژگی‌هایی داشته باشه؟ کارآمد باشه. به نظر من باید دلسوز باشه و مردمی باشه، بره تو دل کار. واقعا شرایط مملکت رو به پیشرفت ببره. شخصیتی باشه که موازنه بین اقتصاد، سیاست و مذاکره رو بلد باشه. متعهد باشه، متخصص باشه، قانون مدار باشه. مثل آقای رئیسی باشه، واقعا مردم دار. همت بذاره برای اینکه مردم در واقع زندگیشون خیلی بهتر از این بشه. آگاهی داشته باشه از اینکه مردمش دارن تو چه شرایطی زندگی میکنن، دارن چه روزایی رو میگذرونن. برنامهش واسه بیشتر جوونا باشه. متعهد باشه، آگاه باشه. برنامه داشته باشه. بی برنامه نیاد. درد مردم رو بدونه. مسائل جوونا، مسائل اقتصادی، مسائلی که الان خیلی نیاز داره بهش پرداخته بشه. در ظاهر و بیرون پشتیبان ولایت فقیه باشن، توی بقیه عرصه‌های اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی هم میتونن کارآمد باشن. ما یه رئیس جمهور خوب گیرمون بیاد مثل آقای رئیسی. ما اینو دوست داریم که به داد مردم برسه، مشکلات مردم رو حل کنه. هانیه جلی‌نژاد، خبرگزاری صدا و سیما. معیشت مردم تا کاهش گرانی و ثبات بازار، موضوعاتی که شش نامزد انتخابات ریاست جمهوری در پاسخ به پرسش اولویت کاری دولت احتمالیشون مطرح کردند. روز شمار 14 دوره انتخابات ریاست جمهوری، 15 روز مانده تا زمان برگزاری انتخابات. طبق جدول زمانبندی برنامه‌های تبلیغاتی شش نامزد تایید صلاحیت شده، از 21 خرداد ماه رسانه ملی به میدان رقابت نامزدها تبدیل شده. قول‌های اقتصادی نقطه مشترک اولویت کاری نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری. مسعود پزشکیان که با شعار برای ایران وارد گود انتخابات ریاست جمهوری شده، درباره اولویت کاریش گفته: طبیعیه باید نیروهایی رو که باید انتخاب کنیم سر کار برن و دستورات و برنامه‌هایی که برای اجرا با اینا باید بشینیم، هم پیمان بشیم که در چارچوب برنامه‌ها و سیاست‌های کلی بتونن راه ادامه بدن. مصطفی پور محمدی هم که با شعار دولت قرار، عدالت، ثروت و قدرت آمده، وعده داده بنای دولتش ایجاد ثبات در بازار و قیمت هاست. دولت 14 به عنوان اولین مأموریتش باید مدیریت روشنی روی ثبات قیمت ها داشته باشه. این نوسان قیمت ها روان جامعه ما رو به شدت آزرده. سعید جلیلی که با شعار یک جهان فرصت، یک ایران جهش، هر ایرانی یک نقش باشکوه آمده، ایفای نقش دانشگاه برای رونق اقتصادی رو مهم دونسته. اگر اعتماد مردم رو جلب کنیم دنبال خواهیم کرد، اینه که این حق دانشگاه
و مأموریت دانشگاه باید باشه که دانشگاه بتواند به بهترین شکل اون سهم خودش رو در مسیر پیشرفت کشور ایفا کنه. علیرضا زاکانی هم شعار دولت خدمت رو برای ستاد انتخاباتیش انتخاب کرده و قراره با سه اولویت به سراغ معیشت مردم بره. معیشت مردم و زندگی که مردم به سختی دارند، گره‌گشایی ازش کار سختی نیست. اهتمام در جهت گره‌گشایی از زندگی مردم در حوزه سلامت، معیشت، مسکن، اشتغال و اینجور موارد، این یک اولویت قطعیه. دولت مردم و خانواده شعار سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمیه و گفته مهار تورم و گرانی اولویت و فوریت دولت اوست. اون چیزی که دولت به سرعت باید دست به کار بشه همون هست که مقام معظم رهبری هم در شعار سال فرمودند، تبلور اون در کاهش تورم و گرانی، البته به ترتیبی که تولید رشد پیدا بکنه و این تولید هم مردم پایه باشه. و وعده اقتصادی محمد باقر قالیباف که با شعار انتخاباتی خدمت و پیشرفت وارد این کارزار رقابتی شده، تلاش برای حل مشکلات مردمه. طبیعتاً مهمترین کاری که از قبل از ورود به کار و بعد از اون که باید با دقت نگاه کنیم، اولویت بندی و حل مسئله های اصلی کشور که مهمترینش بحث اقتصاد. مظفری، خبرگزاری صدا و سیما. خب بینندگان عزیز، به پایان خبرهای انتخاباتی امروز رسیدیم. خیلی متشکرم از توجه شما. برگردیم به استودیوی خبر 21 و همراه میشیم با خانم حسین صدر. خیلی متشکرم از شما آقای ظهوریان، با شما خداحافظی میکنیم. حملات هوایی بی وقفه به مناطق مختلف نوار غزه. در حمله هواپیماهای جنگی رژیم صهیونیستی به مرکز نوار غزه 13 فلسطینی شهید و تعدادی هم زخمی شدند. بمباران هوایی محله الزیتون در جنوب شهر غزه هم 6 شهید و شماری زخمی بر جای گذاشت. در بیت هانون در شمال نوار غزه هم 1 فلسطینی شهید و شماری مجروح شدند. مجروحان در رفح در جنوب نوار غزه هم اشغالگران صهیونیست 1 محله مسکونی را در اردوگاه اشابوره در مرکز این شهر منفجر کردند. بالگردهای رژیم صهیونیستی هم به طور گسترده مرکز شهر رفح را هدف قرار دادند. هنوز آمار دقیقی از تعداد شهدا اعلام نشده. منابع محلی درگیری میان اشغالگران صهیونیست و نیروهای مقاومت در رفح را شدید گزارش می‌کنند. سازمان پزشکان بدون مرز هم اعلام کرده بیش از 800 فلسطینی تنها در 12 روز گذشته در نوار غزه به شهادت رسیدند. همزمان وزارت بهداشت غزه درباره از دسترس خارج شدن بیمارستان‌های این باریکه بر اثر کمبود سوخت و تجهیزات هشدار داد. یحیی سنوار از رهبران حماس با تشبیه کردن جنگ غزه به واقعه کربلا گفته آماده شهادت است. وال استریت ژورنال مدعی دسترسی به محتوای نامه‌ها و پیام‌های چند ماه اخیر یحیی سنوار به میانجیگران و مقامات حماس شده که در جدیدترین آنها سنوار نبرد غزه را به نبرد امام حسین علیه السلام در کربلا و شهادت ایشان تشبیه می‌کند و بر ادامه مسیر مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی تاکید کرده. سنوار همچنین نوشته رژیم صهیونیستی در جنگ چیزهای زیادی برای از دست دادن دارد و مقاومت فلسطین این رژیم را در موقعیتی طراحی شده قرار داده است. به نوشته وال استریت ژورنال، هدف نهایی سنوار آتش بس دائم است که به حماس اجازه می‌دهد با ایستادگی و پایداری در برابر اسرائیل و هدایت آرمان ملی فلسطین پیروزی تاریخی خود را اعلام کند. حزب الله امروز گسترده ترین و پرتعداد ترین عملیات تهاجمیش علیه مواضع نظامیان صهیونیست را اجرایی کرد. رادیو ارتش رژیم صهیونیستی به شلیک 215 موشک از جنوب لبنان به سمت پایگاه‌ها و پادگان‌های این رژیم اعتراف کرده. با همکارم مستقر در مرز لبنان با فلسطین اشغالی همراه میشیم. آقای عظیم‌زاده سلام بر شما. بفرمایید حزب الله امروز چند عملیات اجرایی کرده و کدام مواضع نظامیان صهیونیست رو هدف قرار داده؟ خانم حسین‌زاده، بینندگان محترم سلام، وقتتون بخیر. گسترده ترین و بزرگترین عملیات تهاجمی حزب الله در 5 ماه گذشته امروز و تا این ساعت با انجام 19
عملیات در پاسخ به حمله تروریستی پهبادی نظامیان صهیونیست به منطقه جویا و شهادت طالب سامی عبدالله، یکی از فرماندهان میدانی حزب الله و سه رزمنده دیگر حزب الله انجام شد. حزب الله با ده ها موشک گراد کاتیوشا ابتدا کارخانه صنایع نظامی بلاسان در شهرک نظامی سعسعه را هدف قرار داد. بعد از اون حزب الله مقر فرماندهی ارتش رژیم صهیونیستی در منطقه شمال در پایگاه عین زیتیم را هدف قرار داد. بلافاصله حزب الله مقر نیروهای احتیاط ارتش رژیم صهیونیستی در منطقه شمال و همچنین نیروهای ذخیره لشکر الجلیل در منطقه نظامی امیعاد را هدف قرار داد. پایگاه میرون را که تنها پایگاه مراقبت کنترل هوایی نظامیان صهیونیست در منطقه شمال سرزمین‌های اشغالی هست را هم حزب الله با انواع موشک‌های مختلف خودش هدف قرار داد. پشت سر بنده تقریبا در فاصله 2500 متری هم شما میتونید شعله‌های آتش ناشی از اصابت موشک‌های هدایت شونده حزب الله به پایگاه‌های نظامیان صهیونیست در بلندی‌های مزارع اشغالی شبعا و تپه‌های اشغالی کفرشوبا رو ببینید. دقیقاً محلی رو که شما دارید مشاهده می‌کنید، موشک‌های هدایت شونده حزب الله هم به پایگاه سماقه و هم به کمین نظامیان صهیونیست در نزدیکی پایگاه سماقه اصابت کرد. پایگاه رویساتل قرن، پایگاه رمسا، تجهیزات جاسوسی نظامیان صهیونیست در پایگاه رویسات علم هم دیگر اهداف عملیات تهاجمی حزب الله بودند. همچنین بعد از اون حزب الله یگان توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی در خربتمایر رو با موشک‌های گراد کاتیوشا، مقر فرماندهی سری تیپ 810 هرمون رو در پادگان حبوشیت با پهپادهای انتحاری، تجمع نظامیان صهیونیست در مالکیه، پایگاه‌های راهب، رامیا، هانیتا، جلل علام رو با موشک‌های هدایت شونده، پایگاه‌های هدب یارین و برکت ریشو رو حزب الله با موشک‌های سنگین برکان هدف قرار داد و همچنین پایگاه زرعیت نظامیان صهیونیست رو هم حزب الله به وسیله موشک‌های هدایت شونده خودش و موشک‌های فلق یک هدف قرار داد. شما الان دارید چراغ‌ها و نوری رو که از شهرک نظامی شهرک خیام لبنان رو میبینید که اهالی خیام همچنان در این شهرک با وجود اینکه همین امروز خیام رو باز هم با بمب‌های ممنوعه فسفوری زدن هنوز حضور دارن. در این سمت توی فاصله 2000 متری شما میبینید که تاریکی هست و این تاریکی شهرک نظامی و پایگاه نظامی متولاس حریق گسترده علاوه بر مزارع اشغالی شبعا در عمق سرزمین‌های اشغالی توی منطقه اسبر جلیل، الجلیل اعلی و همچنین این الجلیل غربی در 15 شهرک نظامی و صهیونیست نشین گزارش شده و برق اون مناطق هم در 15 شهرک مختلف در اثر عملیات تهاجمی حزب الله مثل همین شهرک نظامی متولا قطع شده. خیلی ممنون از شما حسن عظیم‌زاده از مرز لبنان با فلسطین اشغالی. ابراز نگرانی شبکه‌های فارس زبان خارجی از شکست‌های سریالی رژیم صهیونیستی در تقابل با حزب الله لبنان. این شبکه‌ها گفتند از زمان عملیات وعده صادق تعداد حملات موفقیت‌آمیز حزب الله به رژیم صهیونیستی بیشتر شده. حزب الله حماس نیست، حزب الله موشک‌های دوربرد داره، موشک‌های نقطه زن داره، از نظر تسلیحاتی بسیار بسیار قوی است. نگران شدند از شکارهای سریالی حزب الله لبنان. شکار دو پهپاد هرمس 450 و 900 رژیم صهیونیستی به فاصله کوتاهی از هم و حالا تازه ترین شکار، شکار یکی دیگر از هرمس ها. حزب الله سومین پهپاد هرمس 900 رو که یکی از پهپادهای گران قیمت و پیشرفته اسرائیل هست ساقط کرد. پهپاد جاسوسی هرمس 900 با مداومت پروازی 36 ساعته که پیشتر در تمجید از آن میگفتند 300 این هواپیما تا 300 کیلوگرم مواد منفجره رو با خود حمل میکنه و میشه اونو به 4 فروند موشک هوا به زمین. حالا هرمس ها پشت سر هم شکار میشوند.
یکی از پهپادهای حزب الله تونسته بره بمبشو بندازه و برگرده، یعنی حتی در مسیر برگشتش هم توسط گنبد آهنین رهگیری نشده. سوال ایجاد کرده که آیا این سیستم آسیب دیده یا چی؟ سوالی که در سرزمین‌های اشغالی اینطور با آن پاسخ داده شد. نفوذ پهپادهای حزب الله به سرزمین‌های اشغالی یک چالش بسیار بزرگ را برای صنایع نظامی و نهادهای امنیتی پدید آورده. نفوذ پهپادهای حزب الله همچنان ادامه دارد، اما هیچ سلاح هوایی قادر به مقابله قطعی با تهدید پهپادها نیست. نگرانند نکند حزب الله برای نفوذهای پرتکرار پهپادیش از این طور طرح‌ها کشیده باشد. سعی می‌کنند که ببینند که واقعا اسرائیل تا چه حدی اینجا از نظر امنیتی اینجا نفوذ پذیر و میتونن اسرائیل مورد هدف قرار بدن. مثل 29 بهمن 1400 پهپاد حسان حزب الله لبنان تا عمق 70 کیلومتری سرزمین‌های اشغالی نفوذ کرد به مدت 40 دقیقه، سالم رفت و سالم برگشت و با خودش اطلاعات آورد. دو سال بعد پهپاد دیگری از حزب الله لبنان به سرزمین‌های اشغالی نفوذ کرد. این بار این پهپاد سامانه گنبد آهنین را هدف گرفت. صهیونیست‌ها در عملیات طوفان الاقصی شکست‌های متعدد و پی در پی را تجربه کردند. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در همایش سراسری فرماندهان فراجا گفت صهیونیست‌ها در عملیات طوفان الاقصی، حوادث غزه و عملیات وعده صادق شکست را تجربه کرده و کابینه آنها دچار به هم ریختگی شده. سرلشکر باقری گفت صهیونیست‌ها برای پوشاندن نقص‌های خود به دنبال ایجاد آشوب، ناامیدی و بحران آفرینی در کشورمان هستند، اما عاقبت ناچار به پذیرش شکست قطعی خواهند شد. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح فراجا را توانمندتر و پربنیه‌تر از قبل دانست و گفت برقراری امنیت مستلزم عملکرد هوشمندانه و همراه با تسلط بر فناوری‌های نوین است. خروج نظامیان آمریکا پس از یک دهه حضور نظامی در نیجر آغاز شد. بر اساس گزارش الجزیره روند خروج حدود 1000 نظامی آمریکایی در مراسمی در فرودگاه نیامی پایتخت نیجر آغاز شده است. قرار است تا 25 شهریور آخرین نظامیان آمریکا از این کشور خارج شوند. نخست وزیر نیجر با انتقاد از حضور نظامیان آمریکا در این کشور به واشنگتن پست گفت آمریکایی‌ها در خاک ما ماندند و هیچ کاری نکردند، در حالی که تروریست‌ها مردم را کشتند و شهرها را سوزاندند. علی لامین زین خاطر نشان کرد آمریکایی‌ها با حضور در خاک نیجر اجازه دادند تروریست‌ها به مردم حمله کنند. آمریکا در نیجر دو پایگاه هوایی دارد که از طریق آنها عملیات جاسوسی هوایی و پهپادی را در شمال آفریقا و منطقه ساحل انجام می‌دهد. سال گذشته هزاران نفر از مردم نیجر با برگزاری تظاهرات خروج نظامیان آمریکا از این کشور را خواستار شد. هیئت منصفه دادگاهی در آمریکا هانتر بایدن پسر رئیس جمهور آمریکا را در سه اتهامی که به او وارد شده گناهکار شناخت. او متهم شده که هنگام خرید سلاح اعتیاد خود را به مواد مخدر پنهان کرده. خبر فوری، الان مخبر شدیم هیئت منصفه هانتر بایدن را در هر سه مورد اتهام شرارت مجرم اعلام کرد. هانتر بایدن متهم شده بود که زمان خرید اسلحه اعتیادش به مواد مخدر را پنهان کرده. او علاوه بر دروغگویی، هنگام پر کردن یک فرم دولتی مرتکب خرید و حمل غیرقانونی سلاح هم شده. اولین بار در تاریخ آمریکاست که فرزند یکی از رؤسای جمهور مجرم شناخته می شود. طبق قوانین آمریکا هانتر بایدن برای این سه جرم با حکم زندان روبروست. این سه فقره جنایت تا 25 سال زندان و تا 750,000 دلار جریمه نقدی دارد. اما سه جرمی که درباره هانتر بایدن اثبات شده تنها اتهامات پسر رئیس جمهور آمریکا نبوده. دادستانی آمریکا میگوید هانتر بایدن از سال 2016 تا 2019 در حالی که میلیون ها دلار صرف خرید مواد مخدر، خدمات جنسی، خودروهای لوکس و دیگر اقلام گران قیمت کرده، حدود 1,400,000 دلار فرار مالیاتی هم داشته. پرونده هانتر بایدن تنها دردسر برای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نیست. دو هفته قبل دادگاه آمریکا ترامپ
دیگر نامزد انتخابات ریاست جمهوری این کشور را در 34 فقره اتهام مجرم دانست. نخستین بار در تاریخ آمریکا است که یکی از رؤسای جمهور مجرم معرفی می شود. حالا کمتر از یک سال تا انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا مانده و مردم آمریکا دو گزینه اصلی دارند: نامزدی که مجرم معرفی شده و رئیس جمهور فعلی که پسرش مجرم شناخته شده و برای انتخابات بعدی نامزد شده است. ورود پلیس فرانسه به مقر منافقین در پاریس. بر اساس گزارش پایگاه فرانسوی TFA، نیروهای پلیس، ژاندارمری و خدمات مبارزه با کلاهبرداری عصر امروز به مجموعه محل حضور منافقین در پاریس وارد شده و این محل را تفتیش کردند. هنوز دلایل ورود پلیس فرانسه به طور دقیق منتشر نشده. بهار سال گذشته هم دولت آلبانی به مقر این گروهک تروریستی در تیرانا حمله و 70 نفر از منافقین را بازداشت کرده بود.